اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سوره نمل آیه 79 و می فرمان: پس بر خدا توکل کن، در حقیقت تو پیامبر برحقی و حقانیت تو آشکار است. مسلماً تو قادر نیستی که بر مردگان سخنی بشنوانی و نمی توانی با صدا کردن کران را شنوا سازی هنگامی که پشت کرده و برگردند، و تو قادر نیستی کوردلان را که گمراه گشته اند به راه راست هدایت کنی. تنها کسانی دعوت تو را می پذیرند که به آیات ما ایمان بیاورند و آنان تسلیم اوامر خدا هستند. هنگامی که حکم عذاب بر کافران صادر گشت، آنگاه ذی‌حیاتی را از زمین بیرون می آوریم که پیوسته به آنان بگوید همانا مردم بر آیات ما یقین نمی کردند. آن روز از هر امتی جمعی را که منکر آیات ما بودند محشور می سازیم و آنها بازداشته می شوند. وقتی همه آنان جمع و متمرکز شدند، خطاب می رسد: آیا شما بودید که آیات مرا تکذیب می کردید در حالی که تسلط علمی و آگاهی بر آن نداشتید؟ یا خودتان چه اعمالی را مرتکب می شدید و به سبب ظلمی که روا داشتند حکم عذاب بر آنان صادر می گردد و آنها حرفی نمی زنند؟ آیا کافران نمی بینند که ما شب را برای آسایش مردم قرار دادیم و روز را برای کسب و کار و تلاش معاش روشن ساختیم؟ مسلماً در آن نشانه هایی است از قدرت پروردگار تو برای جماعتی که ایمان می آورند. روزی که در سور دمیده شود، آن روز هر که در آسمان ها و هر که در زمین است همه ترسان و هراسان می شوند، مگر کسی که خدا بخواهد و همه تضرع کنان به پیشگاه او درآیند. یا پیامبر، وقتی به کوه ها بنگری تصور کنی که آنها ثابت و بی حرکتند، در حالی که آنها همانند ابرها در گذرند. هم در مورد چرخش زمین به دور خودشه و اون قوه جاذبه رو به وجود میاره. ساخت خدایی است که هرچه ساخت محکم ساخت. مسلما خدا از اعمال و کردار شما کاملا آگاه است. روز قیامت کسانی که نیکوکار آیند پاداش بهتر از آن میابند و از وحشت و هراس آن روز در امان خواهند بود، و کسانی که با اعمال و کردار بد درآیند، آنها را بروی در آتش سرنگون میسازند و به آنان میگویند آیا جز آنچه انجام میدادید کیفر میبینید؟ یا پیامبر، بگو برای من امر شده است که پروردگار این شهر را که بیت الحرامش قرار داده پرستش کنم. مالک اصلی هر چیزی خداست و به من امر شده است که مسلمان باشم، و من مأمور هستم که قرآن را برای مردم تلاوت کنم.
پس هر که هدایت یافت همانا به نفع خیش هدایت یافته، و هر که گمراه گشت به ضرر و زیان خود گمراه گشته است. بگو حقیقت این که من فقط آگاه کننده و اخطار دهنده ام، و بگو حمد و ستایش مخصوص خدایی است که به زودی آیات قدرتش را به شما نشان خواهد داد تا با آنها بیشتر آشنا شوید، و پروردگار تو هرگز از اعمال شما غافل و بیخبر نیست. سوره قصص. به نام خدای بخشنده مهربان. تا سین میم. از حروف مقطعه و رمزی قرآن است. این کتاب آیات روشن خداست. ما از وقایع حقیقی موسی و فرعون برای تو و برای جماعتی که اهل ایمان هستند بازگو می کنیم. فرعون در سرزمین مصر قدرتی به هم زد و مردم آنجا را به طبقات مختلف تقسیم نمود و طبقه ای از آنها را مستضعف قرار داد، به طوری که پسران آنها را به قتل می رساند و زنان را زنده نگاه می داشت. و فرعون مردی بسیار مفسد جو و بدکردار بود. ما اراده کردیم که بر آن طبقه مستضعف در همان سرزمین منت گذاریم و پیشوایانی برای آنان قرار دهیم و آنها را وارث املاک فرعون و فرعونیان گردانیم و برای آنها در زمین قدرت و توانایی بخشیم. به فرعون و هامان و سپاهیانش نشان دهیم آنچه را که از آن بسیار ترس و وحشت داشتند. به مادر موسی وحی کردیم که طفلت را شیر بده و اگر نگران او هستی او را داخل صندوقی در دریا بینداز که همون رود عظیم نیل باشه، و هیچ نترس و ابدا غمگین مباش که ما او را برای تو باز می‌گردانیم و او را از پیامبران مرسل قرار خواهیم داد. اهل بیت فرعون او را از آب گرفتند تا ناخودآگاه برای آنان دشمن و مایه غم و اندوه گردد، زیرا فرعون و هامان و سپاهیانش عناصر بسیار خطاکار بودند. آسیه همسر فرعون گفت، حالا اینا اسمش گوشتن آسیه، معلوم نیست که اسم مثلا همسر فرعون در اون زمان آسیه بوده. او را نکشید، این طفل مایه خرسندی و روشنی چشم من و توست، شاید در زندگی ما مؤثر و مفید واقع شود، یا او را به فرزندی بپذیریم و آنها از تقدیر پروردگارشان سخت غافل و بیخبر بودند و آنها از تقدیر پروردش ببخشید و نمی دانستند که این همان طفلی است که از او سخت می ترسند. سحرگاه مادر موسی دلش از هر چیز به جز یاد طفلش فارغ بود. غم و اندوه به حدی او را فرا گرفته بود که اگر ما قوت قلبی بر او نمی دادیم تا ایمانش برقرار بماند،
همانا راز دلش را آشکار می ساخت. مادر موسی به دخترش گفت در پی او برو، و خواهر موسی او را از دور می پایید. آل فرعون او را نشناختند. ما شیر هر دایه ای را قبلن به موسی حرام کردیم. خواهر موسی گفت آیا می خواهید شما را به خانواده ای که از او خوب نگهداری کند و خیرخواه او باشد راهنمایی کنم؟ بدین سان ما موسی را دوباره به آغوش مادرش بازگرداندیم تا چشمش به دیدار فرزندش روشن گردد و افسرده و غمگین نباشد و یقین حاصل کند که وعده خدا حق است، ولی اکثر مردم از این حقایق آگاه نیستند. و چون موسی به رشد و کمال رسید، فرمان نبوت، علم و دانش به او عطا کردیم و ما نیکوکاران را چنین پاداش می دهیم. روزی موسی به طور ناشناس وارد شهر شد و دید که دو نفر با هم گلاویز شده اند. یکی از پیروان موسی و دیگری از دشمنانش. آن که از پیروان موسی بود بر علیه دشمنش از موسی یاری خواست. موسی مشت محکمی بر آن دشمن زد که همان دم جان سپرد. موسی سخت پشیمان شد و گفت این کار شیطان بود که از من سر زد. شیطان گمراه کننده آشکار است. موسی گفت پروردگارا، من بر خود ظلم کردم، مرا ببخش که قصد کشتن کسی را نداشتم. و خدا او را بخشید، زیرا او بسیار آمرزنده مهربان است. موسی گفت پروردگارا، نعمت و نیرویی که بر من بخشیده ای بسیار سپاسگزارم. مرا هرگز پشتیبان مجرمین و جنایتکاران قرار مده. و به حال ترس تا صبح در شهر بماند و مراقب بود که کسی او را نشناسد. ناگاه دید شخصی که دیروز وی را به یاری خواسته بود با یکی دیگر درگیر شده، باز کمک می‌خواست. موسی به او گفت تو واقعا شخص گمراهی، و چون موسی خواست از شخصی که دشمن هر دوی آنها بود انتقام بگیرد، او با صدای بلند گفت یا موسی، می‌خواهی مرا بکشی چنان که دیروز یکی را کشتی؟ معلوم است که تو در این شهر قصدی جز آدم کشی و زورگویی نداری و نمیخواهی از صالحان باشی. مردی از دورترین نقطه شهر به سرعت آمد و گفت یا موسی، رجال دربار در کار تو به شور پرداختند تا تو را به قتل برسانند. هر چه زودتر فرار کن و از شهر خارج شو، من خیر و صلاح تو را می خواهم. موسی با ترس و نگرانی از شهر خارج گردید و مواظب بود که دستگیر نشود. گفت پروردگارا، مرا از شر این قوم ستمکار نجات بده.